سخنگوی دولت موازی میانمار هشدار داده است که میانمار در آستانه یک جنگ داخلی جدید است به گفته وی مردم به طور فضاینده ای اسلحه برمیدارند تا خود را از یک کارزار بیامان خشونت نظامی محافظت کنند برای دهه ها در مناطق مرزی میانمار جایی که گروه های مسلح قومی بیشماری برای استقلال بیشتر با ارتش می جنگند درگیری در گرفته است با این وجود از زمان کودتای فوریه ده ها نیروی دفاع مردمی برای مقابله با حکومت نظامی به وجود آمدند و نبردهایی در مناطقی از این کشور ایجاد شده که قبلا در شرایط مسالمت آمیزی بودند سخنگوی دولت موازی میانمار در این باره میگوید که مردم چاره دیگری ندارند و تهدید مداوم حملات نظامی، دستگیری، شکنجه و قتل جوامع را به سمت اسلحه سوق داده است. او همچنین افزود این فقط یک شروع است اوضاع از کنترل خارج خواهد شد حتی اگر فقط یک مرد در یک روستا باقی مانده باشد تسلیم این قاتلان نخواهد شد و کل کشور در مسیر جنگ داخلی است طی هفته گذشته ده هزار نفر در ایالت کایاه شرقی به دلیل درگیری شدید بین ارتش نیروهای دفاع مردمی کارنی و ارتش کارنی یک گروه مسلح قومی مستقر آواره شدند نیروهای دفاع مردمی کارنی به رسانه های محلی گفتند اصر دوشنبه ارتش برای بمباران و شلیک به سمت هواپیماهای غیر نظامی از هلیکوپتر استفاده کرده است یکی از اعضای کی به رسانه مستقل اکنون میانمار گفت ما با سلاحهای سبک حمله کردیم اما آنها با گلوله توپ پاسخ دادند حداقل 58 نیروی دفاعی در سرتاسر سر این کشور تشکیل شده است که با توجه به مکان درگیری مسلحانه 12 گروه از آنها فعال هستند این گروه ها در سطح محلی تشکیل شدند و لزوما به طور رسمی با NUG ارتباط دارند گروه ها در مورد ماهیت آموزش خود چیزی نشان ندادند اما منابع و قدرت آنها با هم متفاوت است